به نام خدا. ادامه مطلب مدل سازی آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار پی ام وی ورژن 8.0.23. باید بریم سراغ داده های ما. تا مرحله سنگ کف رو پیش رفتیم، ما اومدیم داده های سنگ کف رو به نرم افزار دادیم. داده های سنگ کف که به نرم افزار دادیم، این قسمت باتوم آف لیر یا بوت، تو پرانتز بوت یعنی باتوم، چی شده؟ تیک خورده. مرحله بعدی خروج از مرحله به حساب خصوصیات فیزیکی در واقع سفره است و رسیدیم به مرحله که ما می‌خوایم خصوصیات هیدرولیکی رو در قسمت منوی پارامترز به نرم افزار معرفی کنیم. تو این قسمت ما تایم رو داریم، برای تایمش ما می‌تونیم زمان رو برای مدل سازی براش معرفی بکنیم. یکی از اصول نرم مدل سازی اینه که ما مدل سازی رو با استدی استیت یا رژیم جریانی پایدار مدل سازی رو شروع کنیم، بعد که مدل رو کالیبر کردیم بریم سراغ رژیم جریانی غیر دائمی یا ترانزیت که در اینجا ما میتونیم شرایط زمانی رو براش چی معرفی کنیم. الان اینجا ما مدل رو با استدی استیت شروع میکنیم، اینو اوکی میکنیم، بعد قسمت بعد رو توضیح خواهم داد. یکی دیگه از پارامترهایی که باید برای مدل معرفی کنیم اینیشیال اند پریسکرایب هیدرولیک هست هستش، شرایط هیدرولیکی در حقیقت سفره هستش. اگه من اینو بزنم اینجا میام و باید باز دوباره برم سراغ ماتریکس و این ماتریسی که در حقیقت همه اعدادش صفر هست رو به مدل چیکار کنم معرفی بکنم. این ماتریکس رو چیکار باید بکنم؟ ما توی منطقه مقدار پیزومتر داریم، اگه من اینو کنسل کنم یه مقدار پیزومتر داریم که این پیزومتر رو باید بیام اینجا، داده های پیزومتریک استان خراسان جنوبی رو اینجا دارم، مثلا برای برج 7 مثلا از سال آبی شروع کنیم، این دیتا ها رو برای پیزومترامون دارم. این قسمتی که ما در حقیقت باش کار میکنیم زون 41 هستش و پیزومترامون هم در حقیقت UTMش مربوط به در حقیقت چی هستش، قسمتی هست که قسمت خروجی دشت ما هستش. این رو من کپی میگیرم ازش، یک شیت جدید باز میکنم، اینجا یک شیت جدید بلانک هم اگه باشه بهتره خالی باشه و بعد این داده های اضافیش مثلا پاک کنم، چون میخوام اینو ببرم تو نرم افزار. من فقط خودم توی ذهن خودم میگم که اینها در حقیقت مربوط به این تاریخ هستش، مربوط به ماه 7 یعنی ماه مهر هستش و روز در حقیقت چی 19 مهر 1389 هستش. این داده ها رو چیکار میکنم؟ پاک میکنم، اینجا نیازی ندارم. این سازمانش هم پاک میکنم، خراسان جنوبی هم پاک، تراز میمونه و اینا هم دیگه در حقیقت چی پاک، فعلا اینا رو نیاز ندارم. اون چیزی که من نیاز دارم در حقیقت تراز هستش، سطح آب هستش و اگه من تراز از سطح آب کم کنم اینجا بیام اینجا اگه بخوام هد رو به دست بیارم، هد من برابر میشه با تراز سطح زمین منهای سطح آب، که اینجا این خالی صفره. اینو پس من اینجا دقت بکنید، اونایی که در حقیقت صفر رو باید بگیرم پاک کنم، من اینایی که در حقیقت سطح آب نداره رو با چیکار کنم؟ پاک کنم. این دومی رو باید پاک کنم، این یکی رو باید پاک کنم، اینا در حقیقت تراز نداره، این دو تا رو هم همینطور به همین ترتیب، یکی با قبل آخر رو هم همین، اینا خوش شده و یا تراز نداره و در حقیقت چی شده؟ سطح آب هم نداره. اینا رو که استفاده می‌کنم، اونایی که در حقیقت پیزومترایی که در خروجی دشمن هستش تغییر زون داشته از زون 40 به 41 و یو تی ام اش هم مشخصه، من اینو میام سورتش می‌کنم. این پیزومترایی که در حقیقت مربوط به جنوب دشت من هستش زونش زون 41، اینها رو دقیقاً ایکس اش با 200 شروع میشه. اگه بخوام اینا رو هم به ادامه اینها اضافه کنم به قسمت پایینی ها، باید اینا رو بیارم تو زون 40، یعنی اینا زونش 41، اینا رو باید بیارم توی زون 40 قرار بدم. حالا نیازی نیست، من اینو کلا اینو موور کریت کپی میکنم یا کلا اصلا حذفش کنم، نیازی نیست که ما این قسمت آخری رو چیکار کنیم بهش بدیم. اینو دلیت کنم، چون مدلی که ما ساختیم اینجا اگه دقت کنیم ما زونش رو چیکار کنیم با زون 41 226 اینا براش معرفی کردیم، نمیتونیم مثلا پیزومترایی رو که در حقیقت توی قسمت زون 40 هست رو بشکار کنیم چون بشناسیم. اینو من چیکار کنم؟ اینم حذفش میکنم، این ملاحظاتش هم که خشک، اینم حذفش میکنم. حالا اینایی هم که در حقیقت سطح آب نداشته اینا رو اگه بتونیم از چیز استفاده بکنیم، حالا اینا عدد نداشته ولی خب از ماهای سال قبلش، ماهایی که در حقیقت در چند سال پیش قبل از این خشک بشه، اونا رو گیر میتونیم از این استفاده بکنیم، ولی فعلا من اینا حذفش میکنم به علت کمبود وقت. بعد اینا رو چیکار میکنم؟ این کد دشت هم نیازی ندارم، این که نامش هست اینا فلان، اینا فعلا همه تا اینجا ذخیرهش میکنم، کنترل اسش میگیرم، اینو ذخیرهش میکنم به عنوان مثلا
تو قسمت نرم افزار مدلینگ من، مدلینگ های من اینجا بود، دشت مسینا، توسط مسینا اینو به عنوان مثلا چی پیز ذخیرهش میکنم، پیز 89 مثلا اینو سیوش میکنم. بعد حالا اینو یک کریت کپی میگیرم، کریت کپی گرفتم این شیت دوی من، پس این شیت یک دوی من دقیقا یه تک کپی از اصلش اینجا هستش، پس اصلش رو میتونم داشته باشم، این نیازی نیست که این روز محاصل و اینو ورژن هم داشته باشم، اینا رو هستش میکنم. اون چیزی که من دارم یک ردیف هستش، این زرد یه ردیف هست از یک دو سه شامل مثلا 10 تا پیزومتر، این آیدی هستش، یه ایکس داره که اینجا ایکسشه، یه ایگرگه، یه تراز هست و یه هد. دقیقا من ایناش کار کنم اینجا سیوش بکنم، اینا رو میتونم ببرم برای داده های قسمت دقیقا اینجا استفاده بکنم، قسمت هیرولی کدام. حالا من از اینجا خارج میشم، مثل دفعه قبل من میرم سراغ استفاده از فیل اینترپولیتور، دقیقا اینترپولیتور یا میانیاب من، که بتونم برای این مدلم با استفاده از مثلا روش کریجین چیکار بکنم. داده رو بهش بدم، یه فایلی براش بسازم، پی‌ام‌وی مدل من که همین هستش، در میانه یه اینپوت فایل براش باید معرفی کنم و یک چی خروجی برام بیام بسازه. حالا ورودی من که خیلی راحته، اینجا اینو فایلو اون چیزی که من نیاز دارم اینا رو پس میتونم چیکار کنم، کپی بگیرم ازش، کنترل سی. البته خط اولو نیازی نیست بهش بدیم، خط اولو اصلا این کلا اینا رو میتونیم بهش بدیم. من اینو بچرخونم، اول یه چرخش توش ایجاد می‌کنم، چرخشش هم میام اینجا توی پیج لی اوت یک اینجوریش می‌کنیم، ایکس و ایگرگ و سطح آب. البته اینا رو باید با کاما از هم جدا بکنیم، یعنی من اینجا باید بیام انزرت یه کاما براش ایجاد کنم، اینا رو با کاما از هم جدا بکنم که توی اون نرم افزار چی بشه، اینا از هم تفکیک بشه. اینا همین رو کپی می‌کنم اینجا، اینجا هم اینا، البته اینم نیازی نبود، من این تراز هم میتونم چیکار کنم، کاتش کنم بزنم اینور، اینو چیکار کنم، اینو رو حذفش کنم، دیلیت. اون چیزی که من نیاز دارم اینا هستش، این عددا هستش. چیکار میکنم، اینو میام توی فایل تکستی نوت پدم میگیرم اینجا ذخیرهش میکنم. خب خط اولو میگیرم یه انتر میزنم، تعداد داده های من چقدر هست، 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 10 تا پیزومت هستش، 10 تا پیزومت هست. بعد یادتون هست که توی قسمت قبلی که ما برای مدل سازی استفاده کردیم، توی مدلینگ، توی مدلینگ رو من میارم اینو این همون فرمت قبلی براش کار میکنم، مدلینگ رو براش میسازم. اینجا x y بعد سطح زمین بود، تعداد داده ها 369 تا، اینو بهش میدم، اینو همینطور 10 تا این x y و اینم سطح. اینو اسمشو مثلا میگم سیوش میکنم، سیو از تحت عنوان مثلا چی سطح آب هد، هد رو میام پس توی همون قسمت پوشه مدلینگ، مدلینگ من اینجا بود توی قسمت توسط مسینا ذخیره میکنم، این تحت عنوان هد اینجا ذخیره میشه. حالا میام اینجا قسمت فیل اینترپولیتور، اینپوت فایل من در حقیقت همون چی بود باشه، همون هد بود باشه، توی توسط مسینا اینجا هد دات دات گفتم این دات میشناسه، پس من اینجا میام این هد دات دات رو که اینجا ساختم این داتش رو درست کنم. خب اینو باید ببندم اینجا که باز نباشه که بتونیم ادیتش کنیم. این داتش رو هم چیکار میکنیم، فعال میکنیم، این که دات بشه yes، این چه شکلش حالت این حالت میشه، یه رفرش میکنیم اینجا رفرش، این هده اینجا چی میشه شناخته میشه. بعد اینو میاد چیکار میکنم، یه نام اینجا چیکار میکنم به نام هده دو مثلا، یا هده دو، هده دو چی میشه ذخیره میشه. این پوزیشن من که همینه، دست بهش نمیزنم، یه باریگرام اگه خواسته باشم به چی میده. بعد اینو مثلا تعداد روش اوکتانت هست، روش سیمپل هست، این میتونی روش هم مختلف رو انتخاب کنیم و اینو که گو بزنیم چیکار میکنه، 100% پرس ان کی تو کانتینیو، یه اسپیس میزنیم اینو تمام میکنه. اینو کلوز بزنم، میام سراغ قسمت اینجا توی پارامترز و اینجایی که قبلا رفتم ماتریسش صفر بود، اگه دقت بکنید این ماتریس صفر بود که اینجا همش خالی هست رو اینجا میذارم، لود کن این فایل رو، فایل رو میاد از اینجا از قسمت هد دو من، هد دو رو چیکار میکنم براش اوپنش میکنم، هد دو رو انتخاب میکنم و بهش میدم و اوکی که بزنم تمام سطح آبای من چیه اینجا. دقت بکنید که حتما باید دیتا رو چک بکنید ببینید که عدد پرتی نداشته باشه. اینو که اوکی کردم این مرحله دقیقاً چی میشه انجام میشه، دو مرتبه ماتریس نگاه کنید، این عدداش هست و دقیقاً خروج رو که بزنم میگه سیو چنجز تو اینیشیال
پیریودیک تست میزنی یس. این قسمت تموم میشه.